چون دیگر زندگی برای من ارزش نداشت، تا کجا برم یا چه کار کنم زندگی برای من ارزش نداشت، چون که از روزی به دنیا آمدم مشکلات زیاد رو دوش من بود. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که بار دیگه با برنامه شفای شکست دلان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز داستان جوانی رو خواهیم شنید که چقدر از دوران کودکیش مصیبت‌ها، جنگ و خونریزی با چشمان خودش دید و در دوران نوجوانی در آوارگی و تنهایی به سر می‌برد. ولی وقتی که عیسی مسیح وارد زندگی او میشه، زندگی او رو دگرگون می‌کنه. بله دوستان، اگر مایل هستید که ببینید خداوند چطور زندگی این شخص رو عوض می‌کنه، در این برنامه با ما باشید. و همینطور ما در انتهای برنامه برای شما عزیزان دعا خواهیم کرد. با ما همراه باشید. محمود در افغانستان به دنیا آمد و دوران کودکیش شاهد جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های بسیار بود. برای یافتن آرامش به کشورهای مختلفی سفر کرد، ولی همیشه احساس بی‌پناهی و آوارگی همراه او بود. از روزی به دنیا آمدم در افغانستان جنگ بود و هیچ آزادی، هیچ راحتی نداشتیم. همیشه در زیر زمین زندگی میکردیم، چون پدرم در گروه های مختلف سیاسی همیشه در جنگ بود، جنگ میکرد. ما رو نمیذاشت از خونه بیاییم بیرون و چون خطر بود برای ما. پدر من که همیشه در جنگ و واقعا با گروه های زیادی جنگ میکرد و بعد در اثر جنگ های داخلی افغانستان من خانوادم رو گم کردم. بعد باعث شد اومدم پاکستان. در پاکستان واقعا مشکلات زیادی داشتم، چون دوری از خانواده، واقعا سنی کوچیکی داشتم در پاکستان و هیچ کسی نبود به من کمک کنه. من نمیتونستم تصمیم بگیرم، حتی نمیتونستم کجا برم، چه کار کنم. و بعد از مدت بعد اومدم به ایران با دایی هم که در ایران بود، اونجا زندگی میکردیم و دایی هم زیاد کمک نمیکرد به من. واقعا اونجا هم برای من خیلی مشکل بود، چون هیچ کسی رو نداشتم، نه دوستی نه رفیقی که به من کمک کنه. و در پاکستان هم در ایران هم نتونستم زندگی کنم و مجبور شدم بیام ترکیه، چون دیگه زندگی برای من ارزش نداشت، تا کجا برم یا چه کار کنم زندگی برای من ارزش نداشت، چون که از روزی به دنیا آمدم مشکلات زیاد رو دوش من بود. و هیچ راحتی، هیچ محبت، هیچ کسی نبود که به من محبت کنه و هیچ آزادی نداشتم در افغانستان. و همینطور زندگی من ادامه یافت و هیچ آزادی، هیچ نوع آرامش رو من حس نمی کردم. و در ترکیه اومدم، اینجا مشکلاتم زیادتر شد. واقعا زبون نمی فهمیدم، هیچ کسی رو نداشتم اینجا کمک کنه، واقعا تنها بودم اینجا در ترکیه. در استانبول که با مشکلات پول نداشتم، کسی نبود که منو کمک کنه، اونجا مونده بودم چی کار کنم. و همیشه دعا میکردم، از خدا میخواستم که منو کمک کنه. خدای من، هیچ کسی رو که ندارم، فقط تو رو دارم، تو بیا مشکلاتم رو بردار. و هیچ موقعی مشکل من حل نشد و زیاد و زیادتر میشد. و باری آخر واقعا از همه چیز گذشتم، حتی از روز تولدم نفرت داشتم. چرا به دنیا آمدم آخه؟ در این دنیا که هیچ کسی رو ندارم، باید من اینطور مشکلات با این مشکلات خانوادم رو گم کردم و هیچ کسی رو ندارم در این دنیا. واقعا نمیخواستم، اصلا زندگیم برای من ارزش نداشت در این دنیا. از روز تولدم نفرت داشتم، میگفتم خدای من چرا به دنیا آوردی که این مشکلات، این سختی ها رو، این زجر رو بکشم در این دنیا. واقعا شکسته بودم، واقعا یه روانی شده بودم و همیشه دعا میکردم، هیچ جوابی نمیگرفتم. تا روزی که از همه چیز گذشتم، فقط خدا رو میپرستیدم و هیچ چیزی برای من ارزشی نداشت، نه زندگیم، نه دنیایی، نه هیچ کسی. و مهم نبود در هر کاری کنم، چی کار کنم، کجا برم، هیچ تصمیمی نداشتم. محمود سعی کرد به کشور دیگری برود تا شاید بتواند زندگیش را سر و سامان دهد، غافل از این که مهاجرت نیز پاسخی برای مشکلات و یا تنهایی او نبود.
من قاچاق می اومدم از کوها، نمیتونستم اصلا تصمیم بگیرم، اصلا این سردی را، اصلا این مشکلات را، بی پولی که داشتم اصلا برای من خیلی، و همیشه دعا میکردم که خداوند این مشکلات رو بردار تو از من، خداوند تو فراهم کن خداوند برای من. و هیچ موقع مشکلات من حل نشد، واقعا از خدا هم بیزار شده بودم چون هیچ جوابی نداشتم. محمود با شخصی مسیحی آشنا می شود و دو کتاب در مورد مسیحیت از او هدیه می گیرد و به دعوت آن دوست به کلیسا می رود. من این کتاب ها رو مطالعه می کردم و همیشه یک چیزی رخ می داد و اصلا یک احساس دیگه می کردم، نمی دونستم این احساس چیه، یک آرامش می گرفتم اونجا و بعد تصمیم گرفتم بیام کلیسا. و روزی اومدم کلیسا، وقتی دعا و پرستش های کلیسا رو دیدم اونجا، واقعا برای من یه چیزی باز شد. وقتی می اومدم کلیسا یک آرامش خاصی می گرفتم اونجا، یک آرامش، یک احساس اونجا بود و نمی دونستم این آرامش چیه. واقعا حسودی من می شد که این عضو کلیسا این آرامش و این چیزو داره و من ندارم. و وقتی کلیسا می رفتم ناراحت می شدم، فکر می کردم گناه می کنم و بر می گشتم از کلیسا، توبه می کردم، می گفتم دیگه کلیسا نمیرم. و باز هم نمی دونستم برای چی میرم کلیسا و باز هم می رفتم کلیسا، چون می خواستم اون آرامش رو من به دست بیارم. و همیشه بعد از هفته می رفتم کلیسا و در پرستش ها شرکت می کردم، در کلیسا می موندم. واقعا بعد از جلسه کلیسا نمیخواستم برم بیرون از کلیسا، چون اونجا یک آرامش، اونجا خیلی آروم میگرفتم واقعا. اونجا فکر میکردم خدا هست، اونجا همیشه پرستش میکردن، واقعا این پرستش، این سرودهایی که اینا میخوندن خیلی دوست داشتم. و نمیتونستم قبول کنم، نمیتونستم عیسی رو به اسم منجی خودم بپذیرم و برمیگشتم خونه و فکر میکردم چه کار کنم و دعا میکردم خداوند تو منو کمک کن. و روزی شد که برای امتحان گفتم مسیح رو و اسمونجی هم قبول کنم، ببینم چی زندگی من عوض میشه، چی اتفاقی در زندگی من میفته. و واقعا از اون روز زندگی من عوض شد، اون روزی که عیسی رو پذیرفتم، از عیسی خواستم، در نام عیسی خواستم، یک آرامش اومد سراغم. خدای حقیقی رو پیدا کردم، اون دست منو گرفت. خدایی که من زمین خورده بودم دستی منو گرفت و بلند کرد. واقعا خیلی خوشحال بودم از این. با خودم دعوا داشتم، در درونم دعوا داشتم، در جنگ بودم، خداوند چی کار کنم این مسیح، نمیتونستم، به هر طور فکر میکردم نمیتونستم بپذیرم. و اون خود مسیح بود که در زندگی من کار کرد، اون خودش بود که آشکار کرد به من. وقتی صدا میکردم میومد و هر چیزی که در نام عیسی خواستم اون به من داد. وقتی با عیسی مسیح روبرو شدم اونجا، واقعا یک چیزی برای من باز شد، چون گذشته من یادم اومد که در گذشته چی غروری در من بود، چی خودخواهی در من بود. فکر میکردم با اعمال شریعتم نجات میدم خودم را، فکر میکردم که هیچ گناهی نکردم. وقتی با عیسی مسیح روبرو شدم، واقعا اونجا فهمیدم که نه، من با اعمال نیکم نمیتونم نجات بدم. اونجا فهمیدم که چی کینه در دل من هست، چی